الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بار سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز. بکنم قطع شد تصویر. بله تصویر برگشت. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون. از خداوند میخواهم که لحظه لحظه این ماه مبارک رو با بهترین عبادت ها و خالصانه ترین عبادت ها سپری کنید و این ماه مبارک پایان همه غم ها و غصه ها و بلاها و درد هایی باشد که امروز در جهان وجود دارد. این برنامه هم برنامه فتوای رمضانی هست، یعنی سوال های شرعی و فقهی که شما از مسائلی که مرتبط به رمضان هست دارید یا هر مسئله فقهی دیگری که میپرسید، ارتباط شما با برنامه از طریق واتساپ پیام های نوشتاری خودتون رو بفرستید و از طریق شماره تلفنی که زیر نویس میشه سوال های شرعیتون رو مستقیما از برنامه میپرسید، با ما در ارتباط باشید و برنامه رو با حضور خودتون پربارتر کنید. من میرم سراغ سوال هایی که شما قبلا فرستادید و این سوال ها رو سری میزنیم. سوال بیننده عزیزی که همکنون به دست ما رسیده میفرماید که سلام علیکم، ببخشید سوالم اینه که در هنگام سحر وقتی که اذان فجر بده تا اذان تمام نشده ما میتونیم یک لیوان آب بنوشیم؟ یعنی تا لا اله الا الله رو نگفته باشه مؤذن میتونیم حکمش چیه؟ ببینید اگر وقت دقیق باشه، یعنی وقت اذان دقیقا وقت طلوع فجر باشه، نه خیر، با گفتن الله اکبر باید همه، اگه غذا دارید میخورید یا هرچی، اگه لیوان آبی دستتونه بنوشید، اونی که در دستتونه، چه لقمه غذایی چه لیوان آبی، اون رو زمین نگذارید. ولی اگر اذان که شروع شد دیگه چیز جدیدی رو از روی سفره از غذاتون نمیگیرید که جدیدن اون رو بخورید یا یک لیوان آب جدید بریزید و بنوشید، نه. اگر عرض کردم لیوان آب رو ریختید یا دارید آب رو میریزید داخل لیوان و دست میگیرید بخورید، این اشکال نداره. اونی که دارید شروع کردید به اینکه آب بریزید برای خودتون و بخورید بنوشید اشکال نداره، ولی جدید رو نه. اگه اینکه جدید برید یک ساندویچ دیگه درست کنید یا یک لقمه دیگه درست کنید بگیرید بخورید، نه، این جایز نیست. با شروع اذان، یعنی وقت فجر داخل شده، وقت صبح داخل شده، دیگه شروع به روزه هست و شما باید روزتون رو شروع کنید. بیننده عزیز دیگری سوال کردن که سوال ایشون، سلام علیکم و رحمت الله، استاد بزرگوار سوال داشتم، مقلد و غیر مقلد چه معنی دارد؟ ببینید ما چیزی بزن مقلد و غیر مقلد به عنوان اینکه دست بندی آدم ها نداریم و اصلا تقلید کردن از دیگران در تخصص اونها و از اونها گرفتن و فهم حکم شرعی واجب هر انسان مسلمانی، باید بفهمه که حکم شرعیش چی هست. حالا خودش اگه علمش رو نداره میره از علم در علم از دیگری تقلید میکنه، به این معنی نیست که حتی اگه حرف ناحقی هم زد قبول کنی، اگه حرف بیدلیلی هم زد قبول کنی، اصلا تقلید کردن ستوده نشده است در اسلام، ستوده نشده تقلید کنی، بلکه تبعیت از رسول الله علیه السلام بر ما واجبه، یعنی پیروی کردن، تبعیت کردن، که این پیروی کردن و تبعیت کردن همراه است با فهم، با تسلیم امر خدا و رسول شدن است. این در این حد درسته، اما اینکه یکی رو باید فکر کنه چون علم فقه رو مثلا نداره تا آخر عمرش باید مقلد یکی دیگه باشه، نه، اینگونه نیست. اگه دیدی جایی حرفی رو میزنه و حرفش مطابق با قرآن و سنت نیست و ضعیفه، باید زمین بذاری. اگر چه شاید 80% از اقوالش رو قبول داری، پسندیده است، موافق قرآن و سنته، ولی اون 20% اگه مخالف بود، شما اگه بدونید واقعا اون 20% از رأی ایشون، از نظر ایشون
با قرآن و سنت تطابق نداره یا ضعیف است و قول دیگری قوی هست، شما مکلف است که از اون دیگری که قولش قوی تره و برای تو از قرآن و از سنت دلیل منطقی میاره، بله. ولی به هر کسی که علمش رو نداشته باشه، توانایی اینکه بتونه از قرآن و سنت حکم استنباط کنه نداشته باشه، باید حتما از کسی دیگری پیروی کنه در این مسئله. مثل هر علم دیگری، شما در علوم مختلف دیگه خودتون پزشک نیستید، از پزشکی تبعیت میکنید، بهت میگه این دارو رو بخور میخوری، چون نمیدونی که واقعا چه چیزی برات، کدوم دارو برات مناسب تره. به خاطر همین فقه هم در همین است، اگر به علم کسی اعتماد نداری نباید اون رو پیروی کنی. یک، دو، نباید از روی هوا و هوس هرچی دوست داشتی بپذیری و هرچی دوست نداشتی نپذیری. یا اگر علما هر عالمی هر رأی آسون و خلاصه رخصتی بداد، بری تابعش بشی، اینجوری تمام ضعف ها نزد تو جمع میشه. پس غیر مقلد به قول شما که میگی کسی است که مجتهد باشه، یعنی خودش قدرت استنباط احکام شرعی رو از قرآن و از سنت داره و حکم رو استنباط میکنه و نمیره از دیگری بگیره، و امروز این تعداد کم هستند. سوال دومیشون میگه من ترکیه هستم، خانواده‌ام افغانستان هستند، میخواهم صدقه فطرشون را همینجا بدهم، مثلا گندم را با یا جو و غیره که میدهیم به نرخ کجا بدهیم، باید باشد افغانستان یا ترکیه؟ هر کدوم اینها، شما بیشتر افراد خانوادهتون توی افغانستان هستن و اونجا زندگی میکنن، در نتیجه از غذای اونجا رو میخورن، قیمت اونجا براشون مهمه، ولی تفاوتی نمیکنه. شما هر کدومش بیشتر به نفع فقیره اون رو بدید بهتره، اما اگر در افغانستان هم بدید درسته، در ترکیه هم پرداخت کنید، به پول ترکیه هم پرداخت کنید، هیچ اشکالی نداره. هر کدوم از اینها باشه جایز هست و میتونید پرداخت کنید و حکم شرعی رو این گونه انجام بدهید. بیننده عزیز دیگه میگه سلام، ببخشید، میگه مادرم میگه از 12 سالگی نماز خوندم، میخوام بدونم قضا داره یا نه. از 12 سالگی نماز خوندم، بله، میگه خوندم. وقتی شما از 12 سالگی نماز خوندید دیگه قضایی برگردن شما نیست، شما همه نمازاتون رو خوندید، از زمانی که به سن تکلیف رسیدید نماز خوندید و نماز واجباتتون رو به جا آوردید، دیگه قضایی برگردن شما نیست. شما قضا لازم نیست، چی رو باید قضا کنید وقتی که همه رو از زمان بلوغتون، از زمانی که به سن تکلیف رسیدید نمازتون رو خوندید. سن تکلیف سنی هست که انسان بالغ بشه، از لحظه ای که بالغ میشه انسان مسلمان برش واجب هست که نماز بخونه، روزه بگیره. اگه صاحب مال هست، حالا البته مال رو به سن بلوغ هم نرسیده، باید زکاتش رو ولیش بده و بقیه تکالیف شرعی دیگه. بیننده عزیز دیگری میگن من منتظر تماس های شما هستم، یک لحظه به گوشی تلفن نگاه کردم. و سوال این بیننده این هست که سلام و عرض ادب دارم خدمت شما بزرگوار، من سوالی داشتم، میشه در لایف توضیح بدید شب قدر رو در کدام شب گیر کنیم تا از آن روز آگاه باشیم؟ شب قدر همونطوری که رسول الله علیه السلام فرمود در 10 روز آخر است، 10 روز آخر ماه مبارک رمضان، یکی از این شبهای 10 روز شب قدره. پیامبر اکرم علیه السلام تهدید نکردند، تعیین نکردند کدوم شب شب قدره، و خود در قرآن هم چیزی نیومده، یعنی تعیین نشده، فقط اونی که در فضیلت شب قدر اومده میفرماید از 1000 ماه این شب بزرگتر، ارجمندتر و دارای قدر و ارزش هست. بعضی از اهل علم گفتن منظور این است که در این اجر و ثواب در این ماه، در این شب این قدر هست. بعضی هم گفتن نه، ارزش و
بها و جایگاه و منزلت این شب این گونه است که درش قرآن کریم نازل شده است، ولی قطعا عبادت در این شب خاصیت ویژگی خاص خودش رو داره و ارزش و ثواب مخصوصی رو داره. همه شبهای قدر این گونه هستند و خداوند این رو نصیب کسی خواهد کرد که تلاش بیشتری میکنه. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کسایی که در راه ما تلاش میکنن، سعی میکنند، ما راه خودمون رو به اونها نشون خواهیم داد. این نشون دادن راه تنها راه هدایت که نیست، در راه هدایت یه معنیه، در جهاد فی سبیل الله یه معنیه، در انتظار شب قدر یک معنیه، همه اینها رو میشه گنجوند. و اون کسی که از اول رمضان داره تلاش بیشتری میکنه، امید به توفیق اینکه شب قدر رو دریابه بیشتره. همچنین کسی که از اول دهه آخر، یعنی از 20 ماه مبارک رمضان شبها رو قیام میکنه و همه شبها رو اجتهاد و تلاش بیشتری میکنه. ببینید رسول الله علیه السلام همه رمضان رو، وقتی که رمضان وارد میشد، عبادت پیامبر عبادت استثنایی بود و در رمضان بیشتر از هر وقت دیگری انواع و اقسام مختلفی از عبادت رو انجام میدادند. ولی وقتی که دهه آخر میرسید بسیار تلاش بیشتری میکردند. و اگر کسی که اینگونه باشد، قطعا خداوند لیلة القدر رو هم نصیبش خواهد کرد و توفیق بهش خواهد داد. پس شما در دهه آخر در انتظار شب قدر باشید و عبادت بیشتری بکنید. و اما در مورد اینکه کدوم شب دقیقا هست، بیشتر اهل علم میگن که امید از 27 رمضان باشد، ولی در روایات دیگری هم اومده که از شبهای فرد هست، یعنی 21 و 23 و 25 و تا آخر این شب ها هست. ولی با توجه به این که شب قدر تغییر میکنه، یعنی با توجه به این که رمضان تغییر میکنه، رمضان از امسال با سال دیگه فرق داره، روزاش متفاوت بوده، به هر حال همه این 10 روز رو تلاش و اجتهاد کنید که نتیجه ای بگیرید، خدا توفیقتون بدهد. سوال دیگه ای فرستادن، هم اکنون میگه دهن روز استفاده از خمیر دندان اشکالی دارد؟ نه، به اندازه یک مقدار کمی اگه استفاده کنید اشکال ندارد. و موضوع دوم این که مواظب باشید فرو نره، اگه فرو بره روزتون باطله، ولی اگه فقط تو رو زبان و تو دهن باشه بعد بیرون بدید اشکال نداره. ببینید این احساس مزه بر روی زبان هست، مزه ها رو بر زبانتون شما حس میکنید، چشیدن، حس چشایی بر زبانه، ولی ما به معنی این نیست شما اگر شیرینی رو، اگر چیزی رو روی زبانتون چشیدید به این معنی که حتما داخل هم رفته، فرو هم رفته. نه، فرو نبرید، اگر روی زبانتون باشه اشکال نداره، میتونید با خمیر دندان دندون ها رو بشورید و بیرون بریزید، بیرون بدید. ولی از آنجایی که بعضی از اهل علم میگن که استفاده از خمیر دندان درست نیست، درست نیست رو به چند علت میگن. یکی این که میگن فضیلت کسی که روزه هست و دهنش به خاطر یک بوی خاصی داره که از نخوردن غذا هست، میگه این بو در نزد خداوند محبوب تره، یعنی نشانه بر عبادت بیشتری میده، در نتیجه این باش خوبه. بعضی از اهل علم این استنباط رو کردن، ولی واقعیت اینه که اصل موضوع این هست که عبادت روزه ارج بیشتری داره نزد خداوند و اشکال نداره، شما میتونید از خمیر دندان استفاده کنید. سوال بیننده دیگر این هست، میگه سلام، ببخشید، بعضی ها میگن خوندن فاتحه برای میت جایز نیست، چه در قبرستان چه در جاهای دیگه، بعضی ها هم میگن فاتحه بخوانید ثواب داره، کدومش درسته؟ ببینید اینکه اختصاص دادن سوره فاتحه به اموات کار بسیار نادرستیه، از اینجا اختصاص میدید، فرق داره. شما نگاه کنید، کسی نمیره مثلا سوره دیگه ای رو بخونه، چرا سوره دیگری رو نمیخونید؟ چرا فقط سوره فاتحه رو میخونید؟ اینکه اختصاص میدی باید حتما دلیلی داشته باشی. یعنی چی؟ یعنی باید اصلا از پیامبر شنیده باشی، چون این عبادته. ما نمیتونیم یک عبادت رو احداث کنیم، به وجود بیاریم در دین اسلام و بگیم این اجر و ثواب داره. شما داری یه عبادت رو احداث میکنی، به وجود میاری. آیا این عبادت رو پیامبر به ما گفته این کار رو بکنیم؟ قرآن کریم فرمودند که ما این کار رو بکنیم؟
میبینیم نه در قرآن هست، نه در سنت هست، نه صحابه انجام دادن، نه تابعین انجام دادن. بعدها مردم گفتن خودشون این رو احداث کردن، درست کردن. چرا درست کردن؟ گفتن خب خوندن قرآنه، قرآن هم ثواب داره، همه مردم هم فقط فاتحه رو بلدن، پس بذار همه مردم فاتحه بخونن و ثوابش رو اهدا کنن به میتشون. این یه اجتهاد هست، دلیل شرعی از قرآن و سنت نداره. اجتهادی کردن که پایه اون یک اجتهاد هست، حالا فرض کنید اجتهاد خیرخواهانه هست، ولی در واقع امر این که سوره فاتحه رو اختصاص بدیم به اموات و همه فکر کنن هر مجلسی میری مجلس ترحیم میگن الفاتحه، یعنی فاتحه بخونید، در حالی که چنین چیزی نبوده، چنین چیزی اصلا نیست، از آداب پیامبر و صحابه و تابعین نبوده که این رو در وقت تعزیه یا در وقت قبرستان رفتن یا برای میت خوندن. پیامبر اکرم علیه السلام تقریبا همیشه میرفتن یا شبه روزانه میرفتن به قبرستان بقیع و برای مرده هایی که اونجا توی قبرستان بودن دعا میکردند. اما یک روایت نیومده که بگه پیامبر اکرم علیه السلام رفتن قبرستان بقیع و برای مرده ها فاتحه خوندن. همه یک روایت وجود داره که همشون یک متن رو میگن، اینه که پیامبر گفتن السلام على اهل الديار من المسلمين والمؤمنين وانا ان شاء الله بكم اللاحقون يغفر الله لنا ولكم. سلام بر اهل قبور میداد و میگفت ما به شما ملحق میشیم، بعد میفرمود خدا از ما و شما درگذره و گناهانمون رو ببخشه. این چیزیه که سنتی پیامبر انجام داده. شما فکر میکنید یعنی اونایی که میگن فاتحه مثلا خوندنش الزامی و مردم رو اجبار میکنن اگر کسی نخوند اون تهمت های وهابی و نمیدونم فلان بهش میزنن، بحث اینه که آیا شما از پیامبر دلسوزترید؟ آیا احکام دین رو شما بهتر میدونید؟ وقتی که رسول الله علیه السلام چنین عادتی رو، چنین عبادتی رو نگذاشتن، ما چرا بذاریم؟ اما اینکه آیا ثواب قرائت قرآن، حالا فاتحه یا هرچی، به مرده ها میرسد، این دو تا قول درش هست. امام شافعی میفرماید نمیرسه، ثواب قرائت قرآن به میت نمیرسه. دلیلش چیه؟ امام شافعی میفرماید خداوند در قرآن کریم فرموده است و الیس للانسان الا ما سعى، خود اینه که انسان بهش نمیرسه جز چیزی که خودش براش تلاش کرده، یعنی خودش سعی، از سعی و تلاش خودشه. آیا فاتحه‌ای که من میخونم از سعی و تلاش مثلا فلان و علانه؟ نه، قطعا نیست. در نتیجه از سعی و تلاش خودش باشه بهش میرسه. این رأی امام شافعی. اما بقیه میگن که بله، اهدای ثواب قرائت قرآن به میت میرسه. هر کدوم رو دوست داشتی میتونی انجام بدی و این اختلاف نظر از قدیم الایام بوده و ایراد و اشکالی هم نداره. به این میگن اجتهاد. وقتی که اختلاف نظر وجود داره یعنی موضوع اجتهادیه. اگه موضوع نص بود، یعنی نص قرآن کریم اومده بود گفته بود مثلا بله فاتحه بخونید یا فرموده بود که نخونید، دیگه هیچ کسی جرئت نمیکرد که بخونه، چون نص اومده بود. ولی وقتی نصی در قرآن نیست، در حدیث صریح نفرموده که فاتحه نخونید، در نتیجه باب باز شده برای اجتهاد انسان ها و از میان این اجتهادا بعضیا درسته بعضیا درست نیست. من توصیه میکنم به جای فاتحه خوندن دعا کنید. دعا اثرش از فاتحه بیشتره، چون حدیث صحیح وجود داره که میفرماید روزهایی بر مرده ها میگذرد که احساس فراخی و خوشی میکنند و احساس خدا نعمتی بهشون میده. میگن این نعمت از کجا بود؟ و ملائکه بهشون خبر میدن، میگن از دعای فلان شخصی است که برای تو دعا کرد. ببینید دعاها بهشون میرسه، تأثیرش لفظ حدیث اومده. اما در مورد اینکه فاتحه هم واقعا این حس رو براشون ایجاد میکنه، این وضعیت رو براشون ایجاد میکنه، روایت نیومده. سوال بیننده دیگه میگه سلام، زنان باردار روزه برایشان واجب است؟ روزه بر هر مسلمانی که بالغ باشه، عاقل باشه، توانایی مریض نباشه، یعنی مریض نباشه، مسافر نباشه، بر همه واجبه. مریض و مسافر عذر دارن، میتونن روزه نگیرن. خدا در قرآن کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده است، یعنی هر کسی که اهل ایمانه و مکلفه. اما زنانی که باردار هستند، در دوران بارداری
اگه براشون مشقت واقعا سخت نمیتونن، مشقت خاصی داره، یا اینکه ضعیفن و مشکل براشون ایجاد میکنه، یا اینکه دکتر بهشون توصیه کرده، اینایی که اگه عذری دارن میتونن روزه نگیرن، بعد از ماه مبارک رمضان اون رو قضا کنند، ولی در اصل واجبه. اینکه الان نمیگیرن به خاطر وجود عذره. اگر توانش رو ندارند، توان ندارن یعنی دی واقعا توان نداشته باشه، نه اینکه بگه گشنم میشه، همه گشنمون میشه، گشنگی بد نیست، به حتی برای جنینی که تو شکم داری بد نیست، مگه اینکه وضعیت استثنایی داشته باشید که اونه اونو باید پزشکا تشخیص بدن. سوال بیننده دیگه میگه ببخشید، در نماز خواندن اگه مثلا رکعت سوم نماز مغرب بعد از سوره هم تواسمون نباشه، سوره دیگری بخونیم، حواسمون نباشه سوره دیگری بخونیم، باید سلام داده و دوباره از اول خوند؟ نه لزومی نداره. شما میگه رکعت سوم، بله اصلا چنین چیزی لازم نیست. شما رکعت سوم هم، من فکر کنم دیروز هم همین سوال رو پرسیدید، دقیقا بالاتر همین هست، سوال دیروزتون هم هست، دیروز هم همین سوال رو پرسیدید جواب دادم. و اگر در رکعت سوم یا در رکعت سوم و چهارم از نماز مغرب و نماز عشا و نماز ظهر و نماز عصر، یا رکعت سوم در نماز مغرب سوره دیگری هم خوندید، نماز درسته. حتی در بعضی از روایات اومده گاهی بعضی اوقات پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام در نمازهای عصر و ظهر سوره هایی رو میخوندن و این ایراد و اشکالی درش نیست و صحابه نقل شده این موضوع، نمازتون درسته، لازم نیست سلام بدید و دوباره بخونید، نمازتون رو تموم کنید. بله از پایین عذرخواهی کردن، گفتن که عذر میخوایم، میدونیم که دیروز هم سوال فرستادیم، میگه نتونستیم برنامه رو ببینیم. نمازتون درسته، نیازی به چیز نیست، نیازی به اینکه دوباره بخونید نیست، و حتی اگه عمدی هم این کار رو بکنید باز نمازتون درسته. سلام علیکم و رحمت الله. آیا شخص تا زمانی که در راه است مسافر محسوب می شود، یا هنگامی که به مقصد هم رسید هر چند روز که بماند مسافر محسوب می شود؟ مسافر تا زمانی که مسافره باز مسافر حساب میشه، مگه اینکه اگر میدونه مدت اقامتش در محل سفرش چند روزه، تا چهار روز میتونه نمازاش رو قصر و جمع بخونه، اگه تعیین کرده چند روز هست، اگه تعیین نکرده چند روزه، مشخص نیست امروز و فردا میکنه، معلوم نیست برای امروز میره فردا میره، تا هر وقتی که در مسافرت هست میتونه نمازاش رو قصر رو جمع بخونه. یعنی از لحظه ای که سفرش شروع شد دیگه میتونه نماز و قصر رو جمع بخونه، یعنی لحظه ای که شروع شد تا لحظه ای که برمیگرده میرسه خونش. بیننده دیگری سوال کردن که سلام علیکم و رحمت الله خدمت همه دوستان شبکه نور. ایشون هم باز دوباره سوالشون رو دیروزم پرسیدن و جواب دادم. میگه آیا خطاب شخصی که حج نموده با کلمه حاجی درست است یا خیر؟ لطفا در صورت بله و خیر دلیل آن را بگویید، ممنون از لطفتان. فریده هستم از افغانستان. ببینید کلمه حاجی گفتن مثل اینه به کسی بگی نماز خون، به روزگیر بگی روزگیر، حج هم عبادت هست مثل بقیه عبادات دیگه، و اگر کلمه حاج رو به کار گفتن بردن، در اون زمان اینطوری اشاعه شده که نه اینکه برگردید بازم بهش بگن حاجی، باید مردم در میان این مثلا صدا می زدن حاجیان سوار ماشینشون بشن، از بقیه مردمان دیگری که اونجا بودن این خطاب جدا بوده و این کم کم متداول شده بین مردم، به اینها گفتن حاجی. برگشتن هم باز یک شالی رو هم، شال زرد رنگ رو هم بستن یا هر رنگ دیگری که اینا بهشون بگن حاجی. کسی که به دنبال این باشه که شهرتی رو کسب کنه، به دنبال این باشه که عبادتی رو وسیله قرار بده که مهر اون رو بزنن، به معنی این که بله من چنین عبادتی رو کردم، چنین عبادتی دلیل میخواد. ببینید وقتی که شما یک شهرتی رو روی کسی میخواید، اون باید دلیل بیاره، باید ببینه در قرآن و سنت چنین اجازه‌ای داده شده، چنین مهری رو به خودش میزنه. و از طرف دیگه این مزنه ریا هست، این یعنی جایی است که انسان باید ازش برحذر باشه،
انسان مؤمن باید عبادتش رو پنهان کنه. حالا رفته حج برگشته، خود چه لزومی داره باید همه علامت داشته باشن تا همه بدونن ایشون حج رفته، تا ازش تعریف و تمجید کنن، تا بهش احترام بذارن، تا بهش بگن حاجیه؟ اینها حد اقلش اینه که محل ظن و گمان برای حضور و وجود ریا و خودپسندی و تعریف و تمجید دیگران. و انسان مؤمن باید از ریا بپرهیزد. ریا شرک خفیه. در نتیجه انسان هر عبادتی رو کرد لزوم نداره دیگران بفهمن تو عبادتی رو انجام میدی، مگه عبادتهایی که جمعی هست، مثل نماز جماعت، اینکه باید حضور داشته باشی، باید دیگران بدونن تو نماز میخونی، و باید اینقدر این عبادت شایعه بشه در بین مردم، یعنی اینقدر منتشر بشه که همه نماز بخونن، دیگه کسی احساس غرور نکنه اگه نماز خوند، دیگه به کسی نگن بله انسانی مواظبت میکنه بر نمازش، چون همه مواظبت میکنن. ولی وقتی که در جامعه بیایم روزه رو مثال میزنم، همه روزه بگیرن، روزهای سنت رو، وقتی همه روزه سنت میگیرن دیگه برای کسی ایجاد عجب و خودپسندی و تعریف و تمجید نیست، همه دارن میگیرن، چیز عادیه که بگه من روزه هستم امروز، چون همه تقریبا منتشر یا بیشتر جامعه این کار رو میکنن. علت این که بعضی عبادت ها مطرح میشه اینه که هم حج مشقتش زیاد بوده، هزینه مالی زیاد میکنه، و الا نماز اولین و بزرگترین عبادت. بعضی از بیننده تماس میگیرن، لطفاً تماس نگیرید، اگه پیامی دارید پیامتون رو بفرستید. شما سوالتون رو پرسیدید، بندم جواب دادم سوالتون رو، بیننده عزیز که تماس گرفتید سوالتون رو جواب دادم. اگر سوال دیگری دارید، حالی متوجه صحبت های من نشدید، اشکال نداره، بازم پیام بدید، بازم جواب میدم و ایراد و اشکالی درش نیست انشاءالله. بله، بیننده ای سوال کردن که میگه پدر من مبلغی پول رو به خواهرم داد و که این خواهرم بره برای خودش خونه بخره یا یه زمین بخره، و بهش گفت که این سهم تو از ارث، دیگه بعد این ارثی نداری، سهمت رو بهت دادم و میراثی به تو تعلق نمیگیره. دیگه بعدن میگه من که فوت کردم مردم نه سراغ بقیه و ازشون طلب ارث کنی، این سهم الارث تو بهت دادم، آیا چنین کاری درسته یا نه؟ ابتداعا این کار درسته، هر کسی میتونه در قید حیات خودش هم که باشه میراثش رو از ترس اینکه کسی به دیگری ظلم نکنه یا پسرها به دخترها ظلم نکنن در زمان حیات خودش اونطوری که شرع گفته ارثش رو بین ورثه تقسیم کنه، و واجب هست برش که حتما عدالت به خرج بده در این. اما اگر اومد و فرض کنید این ارثی که به این دختر داده بسیار کمتر از اون ارثی است که میبره، آیا بعد از این که ارث برد، یعنی بعد از این که فوت کرد، آیا بازم ادعایی داره؟ بله طبعا ادعایی داره، میتونه ادعا داشته باشه، میتونه اون رو اون چیزی که گرفته رو به قیمت روز حساب کنن یا زمین بهش خریده یا هرچی، و بقیه ارث رو اگر چیزی مونده اون رو هم بهش بدن، و در نتیجه نمیشه کمتر از بقیه بگیره، چون اون زمان امکان داره بعد از اینکه ارث رو تقسیم کرده باز هم عمر طولانی داشته باشه ایشون و بتونه حتما اون رو، یعنی عدالت رو در بینشون رعایت کنه، و اگه چیزی بر ارث اضافه شده ایشون هم سهمی از اون اضافه داشته باشن، یا اون رو که برده برگردونه، و نه اینکه مبلغ رو برگرده، اگه اون پول رو داده مثلا زمین خریده، خب فرض کنید 40,000 50,000 100,000 در حدود 10 سال پیش تا امروز بسیار متفاوت قیمت و ارزش اونها. این از این موضوع. بیننده عزیزی گفتن که سلام، عرض ادب
میگم تو حدیث وفق امام شافعی اومده گوشت کفتار حلال است، لطفا جواب بدین. مرسی. چرا حلال است؟ دلیلش چی؟ ببینید حدیث وفق مذهب امام شافعی روایاتی هست، بعضی از اهل علم این رو کفتار رو حرام میدونن، اکثریت اون رو حرام میدونن چون حیوان درنده ای هست، و بعضی از اهل علم هم میگن که حلال هست، و به هر حال اختلاف نظر در هست در نزد اهل علم، و حدیثی هم در این باب وجود داره. من صحت و سقم این حدیث رو الان دقیقا یادم نیست درجه حدیث چقدر هست، ولی حدیثی در این باب وجود داره. انشاءالله در برنامه دیگه حدیث اون رو هم براتون بیان خواهم کرد. بیننده دیگری گفتن سلام، سوالی داشتم، من نفهمیدم یه لیوان آب خوردم، آیا روزه هم قبوله؟ ببینید کسی که از سر سهوان یا اشتباه یا فراموشی هر چیزی رو که بخوره در روز، چه آب یا هر چیزی دیگری رو بخوره، روزش باطل نمیشه. انسان اگر سهوان کاری رو بکنه، اگر از سر فراموشی مرتکب کاری بشه، یا غذا بخوره یا آب بخوره، روزش باطل نیست و روزش رو ادامه بده. بیننده عزیز سوال کرد، پیام صوتی فرستادن، من از اینجا پیامشون رو پلی کنم که سلام علیکم، خواستان روشیم، حال شما خوبه؟ خوب هستیم؟ الحمدلله سلامت باشیم. لطف کنید، ما یه مقدار پولی داریم، 130 تومن، 140 تومن، 150 تومن پول دادیم، پول داریم، دادیم رو خونه، پول پیش خونه، کرایه نمیدیم، تو این خونه نشستیم. این خونه میگن این پول زکات داره، باید زکات رو بدیم. حالا دیگه نداریم که زکات اینه بدیم، از کجا بیاریم بدیم؟ کارم که نیست، بیکاری هم که هستش، ارو پول این خونه نمیتونیم ورداریم بریم، چه کار باید بکنیم؟ تشکر، یک دنیا تشکر، خیلی ممنون جواب ما رو بدید، خداحافظ. بله، سوال بیننده رو متوجه شدید. و ببینید پولی که ایشون دادن به عنوان حالا پیش پول دادن و دیگه اجاره ندن و پول رو هم نمیتونن پس بگیرن، اینکه در مورد اینکه آیا رهن حلال حرام موضوع دیگری، چون سوال ایشون در باب دادن زکات هست. این پول زکات نداره، چون این پول رو شما مثل اونی که دادید بهای این خونه رو دادید برای اینکه این خونه درش باشید. داشتن خونه از مستلزمات هست. این پول نقد اگه پیشتون بود باید زکاتشو میدادید، اگه تو بانک بود باید زکاتشو میدادید، اگه مال و تجاره بود باید زکاتشو میدادید، ولی این پول رو دادید برای خونه که توش هستید. شما اونایی که خونه خریدن و توی خونه خودشون نشستن، آیا زکات خونه رو میدن؟ مسلما زکاتشو نمیدن. اونایی که ماشین دارن، آیا زکات ماشین رو میدن؟ ماشین شخصی که برای استفاده شخصیشون هست قطعا زکات نداره. و این خون، این پیشی هم که به خاطر مبلغ پیشی که به خاطر این خونه دادید زکات نداره و جزو این حساب میشه که تهیه خونه کردید. حالا گرچه خونه رو مالک نشدید، ولی تهیه کردید که جایی رو که درش اسکان قرار بگیرید، درش ساکن باشید و زندگی کنید درش. در نتیجه بنده عرض میکنم که زکات نداره و لازم نیست زکات بدید. اگه قرار باشه این کسی که خونه ای رو تهیه کرده و حالا با پول پیش یا بدون پول پیش یا به هر وسیله‌ای خونه ای که تهیه کرده یا خریده یا اجاره میده یا پول پیش داده، اینا زکات نداره، زکات به این تعلق نمیگیره، به وسایل شخصی تعلق نمیگیره، به ماشین شخصیتون تعلق نمیگیره، ولی به چیزهایی که دارید با در حال نماز میگن، یکی از شروط پرداخت زکات نمو، یعنی مال، این مال نامی باشه. نامی یعنی چی؟ یعنی در حال رشد و زیاد شدن باشه، این مال زیاد بشه و رشد کنه. و اون کسی که پول میده به خونه خودش توش باشه، استفاده شخصیه، نه برای اینه که درسته که قیمت افزوده داره، ماشینی هم باز قیمت افزوده داره در ایران، و این دلیل نمیشه زکات بدی، چون برای استفاده از تو درآمدی از اون نداری.
و دارید از این استفاده میکنید. اگه این ماشین رو فروختی باز یه ماشین دیگه میخری، اگه این خونه رو فروختی یه خونه دیگه میخری، اگه از رهن این خونه بیرون اومدی میری رهن خونه دیگه میدی. از طرف دیگه خونه از جمله ضرورات و احتیاجهای الزامی انسان هست، لذا زکات به اون تعلق نمیگیره. بیننده عزیزی از تاجیکستان هستند، به زبان نوشتن میگه سلام علیکم، روزه رو نمیدونم، باید به فارسی بنویسید یا صدا بفرستید. بیننده عزیز دیگری سوال کردن، سلام علیکم استاد محترم، من متوجه نشدم، میشه یه بار دیگه توضیح بدین از اول چکار کنم تا آخر تا پاک شویم؟ تشکر، غسل و ناپاکی را. ببینید کسی از غسل پرسیده، سوالشون قبلا فرستادن، میگه نیت غسل جالبه. من حالا برای تذکر بیننده عزیز، این رو قبلا من جواب دادم به ایشون. سوالشون این است که غسل جنابت اگر واجب شود چطور پاک شویم؟ من هم جواب نوشتاری براشون فرستادم قبلا، تشکر کردن، گفتن خیلی ممنون، بعد امروز گفتن حالی نشدیم، دیروز تشکر کردن، امروز حالی نشدن. هیچ ارادی نداره سوالاتون رو تکرار کنید، اگه حالی نشدید بپرسید، حالی نشده تشکر نکنید، حالی شدید بعد دیگه بگید که حالی شدید. اما مسئله غسل، هر وقتی غسل بر شما واجب شد، غسل جنابت بر آقایان و خانم ها و غسل عادت ماهانه برای خانم ها، غسل چیز عجیب و غریبی، به نیت غسل میرید دوش میگیرید، این نیت رو داشته باشید، نیت کنید که غسل میکنید. قبل از اینکه غسل، نیت غسل رو بکنید، بدنتون رو بشورید، اگر چرک و کثافتی بر بدن هست، اگر نجاستی بر بدنتون هست پاک کنید، بعد دیگه تمیز که شدید وضو بگیرید، وضوتون رو که گرفتید کل وضو رو کامل میگیرید، بجز پا، پاها رو نمیشورید، پاها رو آخر میشورید، بعد میرید زیر دوش، سرتون رو میشورید، طرف راستتون رو میشورید، طرف چپتون رو میشورید، بعدم پاهاتون رو میشورید. این میشه غسل، به نیت غسل، یعنی شما نیت غسل میکنید، تمام، حرف دیگه ای نیست، کار چیز عجیبی هم نیست. بله، تماس بیننده قطع شد. بله، من سوال این بیننده دیگری رو این بیننده عزیز، سلام علیکم، 29 رکعت نماز تراویح به 35 یا 40 دقیقه خوانده شود درست است یا خیر؟ زارا خیلی سریع میخونید. ببینید اگر نماز هیئتش و ارکانش درست انجام نشه نمازتون باطله. یعنی چی؟ یعنی باید از هر رکنی به رکن دیگه منتقل میشید، باید بدنتون آرامش آرام بگیره، از حرکت بیسته. یعنی چی؟ شما از قیام میگید الله اکبر، میرید رکوع، رکوع که میرید باید اینقدر بیستید که بدنتون از حرکت بیسته، نه اینکه هنوز سرتون کامل پایین نیومده دوباره بلند شید. این کسی که اینطوری نماز میخونه نمازش باطله، نمازش باطله وقتی که طمأنینه در نماز وجود نداشته باشه. وقتی که از قیام میایید به رکوع باید بیستید، حداقل این هست به اندازه گفتن یک تسبیح بیستید، و هرچی بیشتر هم تسبیحات کنید بهتره. به خاطر زیاد کردن تعداد رکعات نمازتون رو خراب ضایع نکنید، نمازتون رو به هم نزنید. فکر کنید اگه تعداد زیاد باشه، شما باید در سجده بدین، دارید خدا رو سجده میکنید، در رکوع بدین برای خدا تعظیم میکنید. وقتی که شما نه تعظیمی وجود داره، نه تذلل و خضوعی وجود داره برای خداوند، فقط عجله عجله دارید میخونید، این که نماز نیست. ارزش نماز به تعداد رکعاتش نیست، ارزش نماز به این هست که چقدر خشوع دارید. الذين هم في صلاتهم خاشعون، چقدر خشوع دارید. وقتی که میری رکوع حس کن، این رو باید با درونت، با قلبت این رو لمس کنی که دارید خداوند رو تعظیم میکنی.
و وقتی هم بقیه ارکان هم همچنین، وقتی که سرتو بلند میکنی باز دعا میکنی، وقتی که میری سجده داری تکبیر میگی، میگی خدا بزرگتره، میری سجده تعظیم میکنی، خدا را حمد و ثنا میکنی. پس همه رو باید انجام بدید. من به دقیقه که نمیدونم این چی کار کرده، میگه اینقدر دقیقه. مسلما اونی که ما تراویح میخونیم، ما 8 رکعت رو میخونیم، یک ساعت طول میکشه. حالا ایشون 29 رکعت یا 39 رکعت گفته میخونه به 35 دقیقه. مسلما نه ارکانش رو انجام میده، نه هیئاتش رو، نه طمأنینه داره، و چنین نمازی درست نیست. و سعی کنید کمتر بخونید، به جای 29 رکعت 20 رکعت بخونید، به جای 20 رکعت اگه نتونستید 8 رکعت بخونید، ولی درست بخونید. بله، پیام دیگه بیننده عزیز صوتی هست. جناب مولای توی خوبت جان جور بخر، مولای توی و همی ناخون گرفتن وضو رو میشکنه یا نمیشکنه؟ با تشکر. سوالشون این است که ناخون گرفتن وضو رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ نه خیر، باطل نمیکنه. شما ناخون بگیرید باطل نمیکنه، و موی سرتون رو کوتاه کنید باطل نمیکنه، حجامت کنید. در نزد بعضی از اهل علم میگن حجامت باطل میکنه، اما در واقع رأی راجح این است که حجامت باطل نمیکند، گرچه توصیه شده است انسان بعد از حجامت وضو بگیرد. سوال بیننده دیگه گفته سلام، خسته نباشید، من و شوهرم هر دو نماز خونیم، شوهرم هفته یک روز میاد خونه سر کار، کامل نماز میخونه ولی وقتی میاد خونه نمازش رو ترک میکنه، نمیدونم چیکار کنم، احساس میکنم من مقصرم، لطفا راهنمایی کنید. اینکه شما نمیدونم مقصر بودن و مقصر نبودن، اینکه به خودتون بستگی داره که چرا نماز نمیخونه، علتشو پیدا کنید. اگر به خاطر اینکه پیش شما هست نماز نمیخونه، اگر به خاطر این هست که این مدت خونه هست نماز نمیخونه، چون به علت همبستری شدن و علت نزدیک کردن با همسرش این کارو میکنه، اشتباه بزرگی میکنه. خب غسل کردن کار خیلی سختی که نیست، شما تشویقش کنید به این کار و سعی کنه نمازش رو درست بخونه، و برای نمازهای دیگرش هم که فوت کرده حتما قضا کنه اون نمازها رو و توبه استغفار کنه. ترک نماز گناه بسیار بزرگیه. پیامبر اکرم علیه السلام فرمود عهدی که بین ما و دیگران هست نماز است، یعنی چیزی که ما رو از اونها جدا میکنه. ما شناخته شده به نمازیم، ولی غیر مسلمان ها نماز ندارن، شناخته شده به نماز نیستن. آن کسی که نمازش رو ترک میکند فقط کفر. بعضی میگن این عبارت پیامبر اینی گفته کسی نماز ترک کنه کافره، اما اکثریت اهل علم میگن مقصود این نیست، بلکه مقصود این هست نشانی از نشانه های کفر رو در خودش ایجاد کرده و داره. بله، ببخشید خیلی پایین رفته این چیزای بیننده. بله، میگه سوال دارم آیا برای درگذشتگان خود میشه از صوت قرآن آماده یا نرم افزار استفاده کرد یا تشکر؟ برای درگذشتگان خود چرا از نرم افزار چیکار کنید برای اونها؟ یعنی قرآن رو روشن کنید به نیت اونها؟ ببینید این کار درستی نیست، این کار درستی نیست. ثواب و اجری هم گیرشون نمیاد. شما یک سی دی رو روشن کنید یا گوشی موبایلتون رو روشن کنید رو قرآن بذارید، بگید این ثوابش برای پدرم یا مادرم. ولی اگه شما یه نرم افزار رو احداث کنید، درست کنید، یه نرم افزار درست کنید که مخصوص قرآن باشه، یا مخصوص علم شرع باشه، مخصوص دین باشه، مخصوص اخلاق باشه، مخصوص انسانیت باشه، این رو به نیت صدقه جاریه کنید برای رفتگانتون، بله این اجر ثواب خیلی زیادی داره. یعنی شما نرم افزار رو بسازید و مجانا در اختیار همه بذارید که استفاده کنند، این سود داره. اما قرآن رو روشن میکنید، کیا میشنوند؟ اونایی که میشنوند اجر دارن، اونایی که میشنوند اجر میبرند. شما این رو میذارید خودتون میشنوید، اجر دارید، و برای مردگانتون دعا کنید. آیا رسیدن ثواب قرائت قرآن به میت رو من شرط دادم که آیا ثوابش میرسه یا نمیرسه؟ اهل علم درش اختلاف نظر داشتن و این رو گفتم.
با سلام خدمت استاد بزرگوار. از میگه انشاءالله که سالم و سرحال و موفق باشید. ممنونم همچنین شما سرحال و سالم باشید. ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، بنده یک موحد شده هستم. سوالی دارم، بنده ختم قرآن در ماه رمضان را به صورت سوره به سوره میخونم، یعنی در یک روز ممکن است دو جزء بخونم، آیا اشکالی نداره؟ با تشکر برادر کوچک شما یدالله. نه هیچ اشکالی نداره، شما سوره به سوره بخونید، جزء به جزء بخونید، آیه به آیه میخونید، هر چقدر هر کسی اندازه تلاشش و اندازه زحمتش و اندازه وقتی که میذاری و اندازه دقتی که میکنی و اندازه تدبری که میکنی اجر میبری. اون کسی که قرآن بیشتر میخونه اجرش بیشتره، اون کسی که قرآن رو بیشتر میخونه همراه با تدبر میخونه اجرش از اونی که بیشتره، اون کسی که قرآن میخونه تدبرم میخونه و ولی با مشقت میخونه، یعنی سخت میخونه چون زبان خودش نیست، زحمت بیشتری میکشه، خب اون اجرش بیشتر از بقیه است. به هر حال هر چقدر بخونید اجر و ثواب دارید و ایراد و اشکالی نداره سوره به سوره بخونید، حتی نصف سوره بخونید، ربع بخونید، تفاوتی نمیکنه. بیننده عزیزی که صدا فرستادن همون بیننده ای هستن که زحمت کشیدند و مقصدی ما روزه رو چند دقیقه پیش از شام شدن ممکن، چند دقیقه پیش از اذان نماز، پیش از شام. پیش از شام منظورشون شب بود یا منظورشون سحره؟ شما نگاه کنید، اذان رو و غروب آفتاب، هر کشوری به تایم خودش، غروب آفتاب اذان مغرب رو میگن. اذان مغرب رو که گفتن، بعد از اذان تا زمانی که اذان رو نشنیدید نباید افطار کنید، افطار شما باید بعد از اذان باشه. یعنی اذان رو که میگفت الله اکبر شما شروع میکنید و افطار میکنید و شروع میکنید به نوشیدن خوردن، افطار رمضان رو میکنید. و اما وقت سحر هم چه وقتی توقف میدید؟ وقتی که شنیدید گفت الله اکبر. اذان صبح رو که گفت اون وقت دیگه توقف میدید و نمیخورید، نمیاشامید و همه محظورات رو ترک میکنید. میگه در خداوند در قرآن کریم، بیننده عزیزی هستم، میگه خداوند در قرآن کریم گفته الستو بربکم، چرا اینو خداوند گفته؟ ببینید این در سوره اعراف هست فکر کنم، در سوره اعراف هست، وقتی که خداوند همه خلائق رو خلق کرد و وقتی که خداوند آدم رو آفرید و ذریه آدم رو هم در نسل آدم قرار داد، هنوز خلق نشده همه ولی ذریهشون در اون نسل اول همه رو قرار داد، خداوند همه خلائق رو از اول تا آخر همه رو آفرید و خلائق رو همه رو بهشون شخصیت داد، گرچه وجود بیرونی که طب میشه ذریه آدم من ظهورهم، ده هنوز در پشت آدم بودند، گفت که الستو بربکم، همه اونها اعتراف قالو بلا و ربی، قالو بلا، گفتن بله پروردگارا، اعتراف کردن به ربوبیت و اینکه خداوند اونها رو آفریده است. بعضی از اهل علم در تفسیر این میگن این گونه بوده که عرض کردم، بعضی از اهل علم دیگران میگن نه این نیست، یعنی این که در ذات انسان همه بشر در فطرتش وجود داره که خداپرست باشه و خداوندش رو میشناسه و متوجه خداوند میشه، اگر تربیت غلط اون رو منحرف نکنه، اگر محیط غلط اون رو به انحراف و گمراهی و شرک و کفر نکشونه، مردم همه خداگرا هستند و خداپرست خواهند شد. بیننده دیگری گفتن که سلام، وقتتون بخیر، ممنون از برنامه مفیدتون. یک سوال داشتم، این که من دخترم مدرسه میره، کلاس دوم است، من اهل سنت هستم، الان میگن که باید نماز رو بخونن و ازشون فیلم بگیرند و بفرستند. بله
بفرستم برای استادش طبق کتاب. الان من به طریق کتاب بهش یاد بدم، مثلا دستاش رو باز است و تغییراتی رو که داره برامون گناه میشه، یا به طریق خودمون بهش یاد بدم. لطفا راهنمایی کنید، لطفا برام دعا کنید نمازم را به طور دار بتونم بخونم. ممنون از لطفتون. خداوند به شما پایداری بده، شما را حفظ کنه و بهتون ثبات قدم بده و در راه راست همچنان بمونید. بله، روش درست یادشون بدید. شما ایرانی هستید، اهل سنتید و در ایران بیش از 20 میلیون اهل سنت وجود داره و کسی نباید شما رو نادیده بگیره و کسی هم نباید تعجب کنه از اینکه در ایران اهل سنت وجود داشته باشه. این حق ما اهل سنت است که بتونیم عباداتمون رو اون گونه ای که درست میدونیم طبق قرآن و سنت به بچه هامون یاد بدیم و هیچ حکومتی و هیچ نهادی و هیچ سازمانی و هیچ شخصی حق این رو نداره، نه از لحاظ قانونی نه از لحاظ حقوق بشر، که بخواد عقیده خودش رو یا فکر خودش رو یا آداب خودش رو بر دیگران تحمیل کنه. به همین علت اون روش رو که درست است یادشون بدید. موفق و پیروز باشید. بیننده دیگری باز پیام صوتی فرستادن. من السلام علیکم استاد محترم، با شما سوال داشتم که معنی یا غفور یا ذنوب، معنی همین رو شنیدن میخواستم. بله، کلمه غفور، کلمه غفار یعنی بخشنده، آمرزنده، یعنی گناه ها رو میپوشاند، میبخشد. این به معنی غفور. غفور و غفار این صیغه مبالغه است، یعنی بسیار بخشنده، بسیار آمرزنده و بسیار پوشاننده گناهان و از بین بردن آثار گناه. این به معنی غفور و غفار است. و ذنوب به معنی گناهان هست. وقتی که میگی نباید بگی یا غفار یا ذنوب، باید بگی یا غفار الذنوب، اینو باید بگی، نگی یا غفور یا ذنوب. یا غفور که میگی اغفر ذنبی، ای خداوند گناه منو ببخش، خداوند بخشنده گناه منو ببخش، بگو یا غفار الذنوب. این درست است. به معنی این است که بگی ای خداوندی که بخشاینده و آمرزنده و ستر کننده از گناهان هستی. بیننده دیگه سوال کن. سلام، من حدوداً 200 گرم طلا داشتم، 2 سال قبل به قرض دادم، زکات رو باید بدهم یا خیر؟ ولی قدرت پرداخت رو ندارم. پیام صوتی هم فرستادم، بذار بشنوید پیام صوتی رو. سلام علیکم، خسته نباشید. من مقدار طلا داشتم ولی یکی از دوستا خویر به قرض دادم. حال مدت چند ساله که طرف هم هنوز قرض را نداده و خوبم نیه، چون قرض الله سنه نباید آدم بطلبه. و من 3-4 ساله که زکات بدادم همین ماه مبارک که نمیتون، ولی به من زکات دادن به مشکل، چون عایداتی از طلا معمال فعلا ندارم و پوشیده هم نمیشه چون به قرض دادم. ولی از شما خواستم بپرسم که آیا زکات از این برای من فرض بودم ندم، که اگر بودم چی رقم بودم، و اگر مبله دادن هم زکات هم برای من مشکله. گفتم برای شما بپرسم، یکی از دوستا شما و همشیره ها شما نمازم خانه استقدر خانه. بله، در جواب این خواهر گرامی که پیام دادن در مورد زکاتشون پرسیدن، من چک کنم ببینم چقدر وقت داریم برای پایان برنامه. زکات نداره این طلای شما تا زمانی که بر میگرده دست شما. اگه طلاتون رو بهتون برگردوندن اون وقت زکاتش رو میدید. زکات قرض زمانی داده میشه که پول در دست شما باشه، مخصوصا اینکه این طرف شما میگید نداره، فقیره و نداره پس بده. در نتیجه احتمال اینکه بر بگرده و کی بر بگرده رو شما نمیدونید، لذا تا زمانی که پول به دست شما نرسیده زکات اون بر شما واجب نیست.
بیننده دیگر سلام، ببخشید یه سوال یه سوال داشتم. میگم تو حدیث اومده که پیامبر صلی الله علیه و سلم که من مأمور شدم با مردم بجنگم تا لا اله الا الله رو بگویند، و شاید یکی دوست نداشته بگه چرا باید باهاش بجنگه. ببینید کلمه اسلام کسی رو مجبور نمیکنه بگه لا اله الا الله رو بگه، اما این نیست که بگه من با این میجنگم باید لا اله الا الله رو بگه. خود پیامبر اکرم علیه الصلاه و السلام وقتی که وارد مکه شدند آیا همه رو مجبور کردن به اینکه ایمان بیارن؟ کسی رو مجبور نکردن به اینکه ایمان بیارن. او فرمودند که هر کسی بره داخل خونه خودش کسی کارش رو نداره، کسی بره خونه ابو سفیان در امانه، کسی هم بره داخل کعبه در امانه، همه در امانن. مگه اونایی که بجنگند، اونایی که میجنگند باشون جنگیده میشه. و سیرت رسول الله علیه الصلاه و السلام تفسیر این گفتار است، یعنی من دارم جهاد میکنم برای اینکه مردم ایمان رو بپذیرن، ولی نه اینکه اونها رو مجبور کنم به پذیرش ایمان، یعنی تلاش میکنم، نه اینکه اونها رو میکشم که باید بگن لا اله الا الله. خداوند در قرآن کریم فرمود لا اکراه فی الدین، اکراه اجباری درش نیست، و در آیات دیگه هم فرمود لکم دینکم ولی دین، در سوره کافرون شما هم میخونید. خسته نباشید. آیا آب دهن پایین بردن روزه رو باطل میکند؟ نه خیر، باطل نمیکنه آب دهن روزه رو، و کسی اصلا جزء مشقت کسی که بخواد همه آب دهنشو بیرون بده. اما اگه بلغمی خلطی از سینه یا از دماغ به داخل دهن اومده نباید فرو ببرید، باید اون رو بیرون بدید اگه خلط هست، اما اگه آب دهن نه خیر، باطل نمیکند. سوال بعد میگه بعد راجب زکات خواهش مفصل میخواستم توضیح بدی. زکات چی؟ میگه من یک مبلغی دارم تو بانک نه اضافه شده بهش سپرده هستش، من باید هر سال زکاتش رو پرداخت کنم؟ شما تا زمانی که پول دارید باید زکاتش رو بدید، هر سال باید زکاتش رو بدید. این پول مادامی که به حد نصاب رسیده، حد نصاب پول عبارت از 85 گرم طلا هست، یعنی شما اگه پولتون ارزش 85 گرم طلا رو داره زکات درش واجبه. چه این پول رو تو خونه نگه داشته باشی، تو بانک نگه داشته باشی، یا تو تجارت انداخته باشی، یا هر کار دیگه ای باش بکنی، این رو باید زکاتش بدی و زکاتش واجب هست. آیا من میتوانم تو امارات که 2% سود میده بانک برای سپرده، میتونه اون رو با 0.5% خودم برای زکات استفاده کنم؟ نه خیر، سپرده. ببینید شما سود رو اگه از هر بانکی بگیرید، شما دو حالت وجود داره، یا شما پولتون رو توی بانکای اسلامی که در امارات وجود داره اینا رو در حساب توفیر میذاری، در حساب استثمار میذاری، یعنی این رو استثمار میکنی. استثمار یعنی چی؟ یعنی این رو به کار میندازی، پول تو بانک نخوابیده، بلکه این پول رو میدی به حساب استثمار، اینا میرن باش تجارت میکنن، بعد سر هر مدت یا سالانه یا دراز مدت یا کوتاه مدت حساب میکنن ببینن چقدر این پول در تجارت چقدر سود کرده، یک مقدارشو میدن به شما، مقداریم خودشون میبرن. این تجارت در تجارت استثمار، حساب استثمار شما گذاشتید و بهتون اگر سودی هم تعلق بگیره حلاله، چون از تجارت بهتون تعلق میگیره. اما اگه در بانک‌های ربوی میذارید، بانک‌های معمولی که همیشه بوده و ربا بهت میدن، اون ربا برای خودت حرامه. اولا اینکه پول گذاشتی اون حساب گناهه، مگه ضرورت و نیاز باشه و اجبار باشه، یعنی کارت بدون اون نگذره. دوما سودی هم که بهت میدن اون سود برای خودت و خانوادت حرامه، میتونی بدی به دیگران ولی صدقه هم نیست، زکات هم نیست، همینطوری میدی به دیگران یا خرج مصارف عام المنفعه میکنی. نمیدونم اتاق فرمان، من چند دقیقه دیگه وقت دارم، اینا رو میتونید در عامل منفعه مصرف کنید، اما برای زکات پرداخت کردن نه خیر، نمیتونید ربا بدید. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. بیننده دیگری صدا فرستادن، من صداشون رو اینجا پخش کنم. تماسای زیادی هست، من به همه اینها نخواهم رسید که پخش کنم. من صداشون رو پخش کنم. سلام و رحمت الله و برکاته، احوال شما خوب هستی؟ سلامتی؟
ماه مبارک رمضان مبارک باشه برای شما. حاجی چه خبر؟ خوب هستی؟ میخواستم یه سوال کنم. من الان چند روز از یه اثر نفسم منی میاد، روزم چه روزه بگیرم یا نگیرم؟ رفتم دکتر خورسو چی داده بهم، یه هفته، میگه مسئله این نیست. حالا یه جوابی به من بده، دست خدا نکنه، ممنونتش. ایشون نوشتن، به نوشتن فرستادن، میگه من یه مشکلی دارم الان مدتی است که خلاصه به خارت عفونت میاد، دکتر هم رفتم دارو میخوام. ببینید عفونت غیر منی اینه که از لحاظ تلذذ جنسی این اتفاق میفته، کسی به خاطر یعنی ارضای جنسی میشه، ارضا میشه، منی میاد. اگه غیر منی باشه و اثر لذت جنسی هم نباشه، فقط به شکل تحریک عادی، این عبارت از مزی هست. مزی نجسه ولی غسل رو واجب نمیکنه، روزه رو هم باطل نمیکنه، ولی وضو رو باطل میکنه، روزه رو باطل نمیکنه. این اگر عفونت، این عفونت روزی شما رو باطل نمیکنه. و اما بعضی از اهل علم میگن که عفونت نجسه، باید اون رو بشورید و وضوتون هم باید تجدید کنید. ما به انتهای برنامه امروز رسیدیم، به من اعلام شده که وقت به پایان رسیده. تا برنامه دیگر و وقتی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.